ما برای استان آذربایجان غربی 157 طرح رو که عمدتاً طرح‌های نیمه تمام هستند، به علاوه آن تعداد قابل توجهی طرح اشتغالزایی به نهایی شده است که در جلسه امشب به تصویب و تایید نهایی خواهند رسید. یعنی برنامه‌ها بیشتر برای اینه که مصوبات و طرح‌های قبلی که ناتمام مانده رو نهایی و تکمیل بکنیم. تأمین منابع و تأمین اعتبار در حوزه زیرساختی، باید خدمت شما عرض بکنم که در حوزه زیربنایی، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه آب و خاک، در حوزه رفاهی و اجتماعی، در حوزه اشتغال و در حوزه فرهنگی، آموزشی و ورزشی 157 تر با اعتبار قابل قبولی و تقریبا در حوزه اشتغال ما بالغ بر 20,000 میلیارد تومان منابع و تسهیلات بانکی دیدیم برای ایجاد اشتغال. اشتغال ما در چند محور صورت میگیره، اشتغال خرد هست و اشتغال کلان و علاوه بر اون تسهیلات برای ازدواج جوانان و تسهیلات برای مسکن، نهضت ملی مسکن در این استان پیش بینی شده است که در جلسه امشب نهایی خواهد شد. من بد نیست که خدمت مردم عزیز و شریف ایران عرض بکنم که علاوه بر این اقدامات و مصوباتی که صورت میگیرد، تقریبا در هر استانی که آقای رئیس جمهور سفر میکنند حدود 30 میز خدمت تشکیل میشه که نماینده تام الاختیار وزیر مربوطه یا رئیس سازمان مربوطه حضور دارند. کارشناسان، مدیران ارشد، مدیران کل، مدیران از ستاد و از صف میان و استماع میکنن اظهارات مردم را. تا الان گزارشی که به ما رسیده است حدود 10,000 مراجعه کننده داشتن و همکاران ما در این 30 تا مرکزی که در سطح استان توزیع شده اند حضور داشتند و به نیازهای اینا پاسخ گفتند. تعداد قابل توجهی از مشکلات این عزیزان برطرف شده است. 10,000 در استان آذربایجان غربی. استان آذربایجان غربی از امروز صبح تا الان مراجعه داشتن و مباحثشون شنیده شده است، بعضن حل مشکل شده است و بعضن ارائه و رهنمود و ارائه طریق شده است. حدود 23,000 تماس برخط داشتیم از مناطق مختلف از سطح استان و همکاران ما و تعداد قابل توجهی هم نامه دریافت شده است که خوشبختانه این نامه ها ثبت و ضبط شده اند. علاوه بر اون کار بسیار مهمی که صورت گرفته است، بحث احیای دریاچه ارومیه است که حسب دستور آقای رئیس جمهور موضوع احیا و انتقال آب از سد به دریاچه به صورت اکید در دستور کار قرار گرفته است. منابع لازم را نزدیک به 1,000 میلیارد تومان برای مطالبات معوق پیمانکار، تکمیل ساخت، خط انتقال و نهایت امن تملک املاک در مسیر پیش بینی شده است.